ششمی آگوست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره واخوری مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان از نمایشگاه محصولات صنعتی کشورهای آسیای مرکزی بازدید به عمل آوردند. از نمایشگاه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پریزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جامر توکایف، پریزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف، پریزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پریزیدنت ترکمنستان گورمانگولی بردیمحمدوف دیدن کردند. در برابر دیگر کشورهای آسیای مرکزی جمهوری تاجیکستان در این نمایشگاه محصولات استحصالی شرکت‌های وطنی را به نمایش گذاشت. در گوشه نمایش محصولات استحصالی تاجیکستان 12 کارگاه و کارخانه‌های وطنی از جمله سیاما، زلال، جوانی، کاتن، تاجیک کریستال، تالکو، جمعیت دارای مسئولیت محدود غیور، امیری، روخام و قالین‌های قیراقوم محصولات دوزندگی، صنعت سبک، زرگری، آلومینی، قنادی، آبهای رنگی تشنشکن، فروزانک‌ها، محصولات رنگ‌وبارکنی و آرایشی، هنرهای دستی، کلالگری، نقاشی و غیره را معرفی نمودند. موردی ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه صنعت و بخش خصوصی صنعتی کنونی با سرعت مملکت را هدف چهارم استراتژی قرار داده، در این سمت یک قطار امتیازها را برهمان. نتیجه همین است که در یک مدت کوتاه صدها کارگاه و کارخانه های استحصالی از جانب صاحبکاران وطنی و در همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی بنیاد کرده شد. امروز کارگاه و کارخانه های استحصالی جمهوری تاجیکستان به سطح بلند استحصالی رسیده، با صفت محصولات خود در بازارهای منطقه و جهان رقابت پذیر گشتند و معروفیت طرف بیشتر کسب میکنند. در این همایش بین المللی نیز در قطار دیگر کشورها کارگاه و کارخانه های استحصالی تاجیکستان توانستند محصولات به بازار و طلبات استانداردهای جهانی جوابگو را به معرض گذارند. Наша компания занимается выпуском напитков из талой воды. В ассортименте представлена как питьевая вода, газированная вода, так и напитки в стекле лимонады. Также есть газированные сладкие напитки в пластиковой таре, которые у нас выпустились относительно недавно. На данной выставке весь ассортимент нашей продукции предоставлен, чтобы представить его для наших партнеров, для наших коллег, чтобы все могли посмотреть, попробовать и... Конечно же, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с другими странами, которые здесь присутствуют. Имрёз Таджикистану дар инжо чанди корхонаҳои саноати ҷумҳурӣ, инчунин иттифоқ ҳунармандон аз тарафи вазорати меҳнат ва шуғли аҳолӣ маърифӣ мекунанд. Албатта, зиёда аз 93% ҷумҳурии моро кӯҳҳо ташкил мекунанд ва зиёдтар дар инҷо саноати кӯҳӣ маърифӣ шудааст. در اینجا از کارخانه عظیمی تالکو نمونه های زیاد محصولات اونها معرفی شده است. چنین از صنعت کوکاری کارخانه زیرکان محصولات خود را پیشنهاد کرده است. شرکت روخام در اینجا نمونه محصولات های سنگ های آرایشی و رنگای خود را خیلی معروفند در نمودی گوناگون پیشنهاد نموده است. نمایش یک تکان خوب میتید در همکاری بین این دولت های همسایه دوست. همچنین در نمایشگاه شرکت های سیاحی تاجیکستان مواد اطلاعاتی، خریطه سیاحی و ارمغان های گوناگون را با برندی سیاحی تاجیکستان دوستی را احساس نما معرفی کردند. قابل ذکر است که جمهوری تاجیکستان دارای موضع های خاص سیاحی بوده، امروز امکان دارد تعداد سیاحان داخلی و خارجی را به مراتب افزون نماید. همساله هزارها نفر سیاحان از موضع‌های تاریخی و فرهنگی و زیبا منظر تاجیکستان بازدید به عمل می‌آورند. هنگام معرفی گوشه نمایشی تاجیکستان، سران دولت‌های آسیای مرکزی به ظرفیت و امکانات‌های رشد ساحه‌های صنعت و سیاحی در تاجیکستان بهای بلند دادند. ششمی آگوست در شهر ترکمنباشی ترکمنستان فستیوال بین المللی طعام‌های ملی کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردید. از جریان فستیوال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جامر توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت ترکمنستان گورمانگولی بردیمحمدوف بازدید
به عمل آوردند. در فستیوال گوشه نمایشی تاجیکستان تشکیل شده بود که در آن طعام‌های ملی، محصولات قنادی، نان‌های گوناگون، شیرینی‌ها، محصولات کشاورزی از قبیل میوه‌گی‌ها، سبزیجات، پالیزی، خشک میوه، اینچنین عسل و 20 نمود گیاهان شفابخش و مرض گذاشته شد. در فستیوال بین المللی طعام‌های ملی کشورهای آسیای مرکزی، سران دولت‌ها و دیگر مهمانان شرکت کنندگان به گوشه نمایشگاه تاجیکستان مراق بلند ظاهر کردند. مورد ذکر است که محصولات کشاورزی استحصال جمهوری تاجیکستان هم در منطقه و هم در کشورهای دور و نزدیک سیاره شهرت‌یار بوده. روز تا روز طلبات به میوه و سبزیجات تر و تازه، خوشتم، وضعیت اکولوژی تازه تاجیکستان در بازار جهانی بیشتر می‌گردد. گوشه نمایشی تاجیکستان در سطح بلند تشکیل کرده شده. بیانگر آن بود که تاجیکستان سرزمین زرخیز، وطن آب‌های شیرین و مصفا، باغ‌های سرحاصل و مردم زحمتکش و مهمان نواز می باشد. از نوع شناسایی با گوشه نمایشی تاجیکستان در فستیوال بین المللی طعام‌های ملی کشورهای آسیای مرکزی، سران دولت‌ها به مهارت بلند آشپزها و به محصولات دسترنج دهقانان تاجیک بهای سزاوار دادند. مورد ذکر است که پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان، در نتیجه تلاش و تشبث‌های همیشگی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آش پلاو بر روی خط میراث غیرمادی فرهنگی یونسکو شامل گشت. ملت تاجیک در مسیر تاریخ با رسم و آیین، عرف و عادت و طعام‌های ملی شهرت‌یار بوده، تا امروز این همه را حفظ نموده و جهانیان معرفی می‌نماید. ضمن شناسایی به سران کشورها اطلاع داده شد که امروز از قلمرو جمهوری تاجیکستان محصولات گوناگون کشاورزی، به خصوص میوه و خشک میوه‌ها به کشورهای گوناگون سیاره صادرات کرده می‌شوند. تأکید گردید که میمه صاحبکاران تاجیک میتوانند به کشورهای منطقه صادرات محصولات گوناگون کشاورزی را افزایش داده، با این وسیله بازار استعماری منطقه را غنی گردانند. 6 آگوست در دایره واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان فرم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردید که در کار آن هیئت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در فرم مسئله‌های مختلف همکاری از جمله استفاده اقتدار تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورهای آسیای مرکزی، امکانیت‌ها برای همکاری در دولت‌های آسیای مرکزی در ساحه انرژتیکا و صنعت شیمیایی، همکاری در کشورهای آسیای مرکزی در ساحه نقلیات و لوجستیکا بررسی کرده شد. تأکید باید کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان با گسترش دادن همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری با کشورهای آسیای مرکزی توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. منطقه آسیای مرکزی تجربه همکاری متقابلا سودمند را دارا بوده. تاجیکستان برای رشد رابطه‌های تجارتی و اقتصادی تدبیرها را اوید به تطبیق برنامه‌های بین حکومتی همکاری تجارتی و اقتصادی، اینچنین یکچند خریطه راه اوید به افزایش گردش سودا با کشورهای آسیای مرکزی عملی می‌نماید. در نتیجه حصه تجارت مال‌ها با کشورهای آسیای مرکزی در گردش سودای خارجی کشور تا 28.3% زیاد شده است. در فرم امکانیت‌های وسیع جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، صنعت، کشاورزی و سیاحی، نقلیات و لوجستیکا، آب و انرژتیکا از جانب وزیر رشد اقتصاد و سودا ذوقی زاده و وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم معرفی کرده شد. برگزاری چنین فرم‌های سطح بلند امکان می‌دهد که در سمت گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین کشورهای آسیای مرکزی قدم‌های استوار گذاشته شود. از روی نتیجه‌های کاری فرم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگان تاجیکستان با همتایان خود 4 سند نوی همکاری را امضا کردند. مورد ذکر است که در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان و از روی نتیجه کاری همایش اقتصادی در مجموع 24 سند نوی همکاری به امضا رسید. 6 آگوست در دایره واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان همچنین مکالمه زنان کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردید. در کار آن بانوان فعال تاجیکستان، رئیس کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هلالبی قربانزاده و معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خیرنیسا یوسفی اشتراک و سخنرانی کردند.
баромадкунандагон дар бораи сиёсати давлатии тарбияи занону бонувон, духтарони лаёқатманди ноҳияҳои дурдасти кишвар ва дастгирии соҳибкорзанон андешаронӣ карданд. Дар охири кори муколамаи занони кишварҳои Осиёи Марказӣ, муроҷиатнома қабул карда шуда, аз роҳбарони аввали давлатҳои худ барои дастгирии занону бонувон изҳори миннатдорӣ карданд. Шоми рӯзи 6 август сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Туркманистон ба анҷом расид. Дар фурудгоҳи шаҳри Туркманбошӣ сарвари давлат муҳтарам